بر اثر کنده شدن قسمتی از ایوان یا بالکن بینای نشریات شرق آزاد، یک قسمی دفتری خبرگزاری اوستا و درآمدگاه این بنا خراب شده است. شب 18 به 19 دکبر یک بتونی تخمیناً 5 مترکی در ایوان به گفته مسئولان شرق آزاد برای زب نصب شده بوده است، از آشیانه 12 کنده به 3 قسم جدا شده به بومید آشیانه دوم افتیده است. ساعت 10 تا 11 شب تقریبا یک صدا برآمد. ما برآمدیم که هی گرد اطراف دیدیم یگان چیز نتو و گرد بنا درگشتیم، دیدیم که همون سیمنت از اوشنه دوزام افتیده است، اوشنه دیوم ده دیم که بس سراخ کرده است بوم اوشنه دیوم های در در مایده پروی سنگ باید دیدیم. مسئولان خبرگزاری اوستا میگویند که هرچند بتون کنده شده در بالای لوازمات فنی آنها نافتیده است، ولی از سو با سبب نبود شرایط کار نمیتوانند به کار خود ادامه بدهند. با آنها یک حجره موقتی دادند که هنگام حضور ما قوه برق نداشت. همون پیتایی که از بالا افتیده است بومی در آمدگوی کارخانه ما رو خراب نموده است و خودی همون اتاق کاریه که ما میشینیم در اونجا یکون ضرر دیده نمیشود. شکری خدا که همه همون کامپیوترها و دیگر دستگاه هایی که ما از اون استفاده میبریم همه در حالتی خوب قرار دارند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان افتیدن بتون را یک حادثه نخوش عنوان کردند. گروه کارمندان این نهاد با رهبری معاون اول رئیس آن شاهیان رستم میرزاخواجه در نشریات شرق آزاد علت این حادثه را بررسی کرده و پس از انجام کار کمیسیا سبب فروریزی بتون را معلوم خواهند کرد. مجموعه تب و نشر شرق آزاد سال 1986 ساخته شده است، ولی به گفته رهبریت پیشینه این بنا تا هنوز از جانب کمیسیای دولتی برای استفاده قبول نشده است. رهبر پیشین شرق آزاد گفته بود حجت های موجوده دلیل آن است که همگی 78% کارهای ساختمانی در این بنا اجرا شده اند. بعد نشریه هایی که در کمبینت پلیگرافی دوشنبه نشر می شدند با سبب در حالت صدموی بودن آن بنا به شرق آزاد آورده شده است. سالهای 2000 به همه مؤسسان نشریه ها هم مصلحت داده بودند که از هر گوشه شهر به این بنا کوچ بندند. این بود که برخی از خبرنگاران سابقه دار در این بنا میگویند تا حال این کمبودی به چشم میرسد. از جمله آنها نظام گرمیدهی بنا را مثال میارند. شادمانیتیم مردان محمد، آزادی دوشنبه.